میشد کاشکی میشد کاشکی میشد کاشکی میشد کاشکی میشد کاشکی میشد کاشکی میشد. کاش میشد بیای تو یار من باشی گل، تو بیای و گل عذار من باشی گل. کاش میشد وقتی که برگشتم به خونه، تو بیای و باز کنار من باشی گل. کاش کی میشد کاشی میشد کاشی میشد کاشی میشد کاشی میشد کاش میشد از لبات یه دونه گل بچینم، معنی عشق و باز تو اون چشات ببینم. کاش میشد ببینم خنده تو روی ماهت، کاش میشد نشینم دوباره چشم راهه. کاش میشد بیای تو یار من باشی گل، تو بیای و گل عذار من باشی گل. کاش میشد وقتی که برگشتم به خونه، تو بیای و باز کنار من باشی گل. کاش میشد حالا ای خوشگلم خوشگل مثل گلم، کاش میشد بذاری عشق و بازم تو دلم. تو صدای آبی پاکی آفتابی، تو گل بنفشه، تو اون طلای نابی. سلام به همه عزیزم در تورانتو. واقعا آقای دیجی خالد عزیز مرسی از دعوتت به برنامه بسیار بسیار باحالت که خیلی خوشحالم که اینجا هستم در کنار شما هستم. لطفه قربونت برم. تشکر میکنم از کمپانی آی سلیپس برای این کنسرتی که داشته بود و اینکه اسپانسر کردم برای ما رو 62 میوزیک پروداکشن، شبکه تلویزیونی خیلی خوب آی تی سی و دوست خیلی خوبم، مشاور خیلی خوب و موفق املاک و یکی از بچه‌هایی که تو کار انترتینمنت آقای امید امیری، ازشون تشکر میکنم که این برنامه رو اسپانسر کردن. تشکر میکنم محمد عمه تو اتاق فرمان کارگردان خیلی خوبه برنامه. آید اینجور چجوری دید تورنتو رو تو این موضوع خیلی؟ خیلی عالی بوده. تورنتو رفتم گشتم، داونتاون رفتم، خوشبختانه واقعا تا اولین خیلی خوش گذشته. چون اولین باری بود که تورنتو بودی؟ این اولین بار بود و واقعا خیلی تا الان خیلی خوش گذشته. خوبی خود سرد بوده. آره. عادت به برف ندارم تو فصل، تو موقع فصل عید، ولی خب بهم خیلی خوش گذشته. همه که خانم مرجان منصوبی، گل، خودتون، آقای بابک، واقعا همه واقعا منو مثل خانواده. کنسرت بسیار عالی بود. چقدر خوش گذشت. چقدر خوشحال بودم که تونستم طرفدارامو ببینم تو تورانتو و همیشه دوست دارم که بتونم برم در روز صحنه و آهنگا رو واقعا در روز صحنه بتونم زنده بخونم و با طرفدارام یک
یک به قول آمریکایی کنکشن به وجود بیارم. آره تورنتو هم که میدونی که یه جوری شهری که کنسرت گذاشتن توش مقداری مشکله، به خاطر اینکه خیلی آگنیو این کار انجام میدن. و اینکه شما خودت هم به عنوان خود یه خواننده که خیلی کنسرت میذاره، خیلی جاها میری. بله. بعد این رو این حساب 100% اکسایتد بودی که مثلا تورنتو به چه صورتی خواهد بود کنسرت. بله اولین بار خیلی خوب بود. آره که بیام شهر رو ببینم، مردم رو ببینم. بله. در مورد قبل اینکه بیا ذره بریم به بک‌گراند چیز کنیم. بینندگان عزیز، آیوین یه آلبوم جدید داره، آلبوم به نام ریولوشن. این آلبوم آیوین خیلی قشنگه، یه عکس خیلی خوبه به حماسی هم آیوین روی این گذشته با شمشیر و اینا. به قضیه پرنس آف پرشیا رو دوباره به یاد ما آوردش، آیوین شفینیا اینا باش. و این حساب الان تو بازاره دیگه. بله الان حدود یک ماه نیمه که آلبوم ریولوشن شرکتی اومده بیرون. ترانه شرکت ترانه این آلبوم تو بازار داده و این افتخار داشتم که با شرکت ترانه کار بکنم که این آلبوم رو پخش بکنه در سراسر جهان. بعد آر کرییشن هم که دیگه کار آر کرییشنز هم دیگه منیجمنت هم بعد کار کانسرت و همه چی استودیو بوکینگ هم و کار بوکینگ هم و سرمایه خود آلبوم ها رو و موزیک ویدیو ها. خب بله همین کار رو موزیک ویدیو. الان از این آلبوم چی آماده داری؟ الان توی از این آلبوم آهنگ فاتح صحنه که حدود 3-4 ماه پیش تو بازار اومد، قبل از اینکه آلبوم تو بازار بیاد ریلیز بشه، و الانم دارم روی چند تا ویدیو جدید کار میکنم. از این آلبوم فقط یه موزیک ویدیو هست. بله الان فقط یه موزیک ویدیو هستش به نام فاتح صحنه. خب پس بریم اولین سینگل بود. اولین سینگل. خب پس بریم فاتح صحنه رو ببینیم بینندگان عزیز، بعد برمیگردیم در مورد موزیک ویدیو، در مورد اینکه یه ذره بیشتر از پرسونال خود آیوین صحبت می‌کنیم، در بپرسیم ازش آیوین چه جوری بوده. صد ها جوون کرده نهال آرزوها، هر لحظه و هر لحظه فکر میکنم به فردا، دلم میخواد سرانجام بشم اونی که میخوام، هر لحظه و هر لحظه فکر میکنم به فردا، تلاش من اینه که بشم اونی که میخوام، به پاس این زحمتام بشم اونی که میخوام، تلاش من اینه که بشم اونی که میخوام، به پاس این زحمتام بشم اونی که میخوام، به خودم میگم آرام تو فاتح صحنه ای، برای آواز عشق تو بهترین نغمه ای، به خودم میگم اگر کشیدم، ای یاران همیشه حالا پر از امیدم، پیام آور عشقم برای نسل تازه، این نسل پر آوازه باسم آینده سازه، باسم آینده سازه، به خودم میگم آرام تو فاتح صحنه ای، برای آواز عشق تو بهترین نغمه ای، به
نوشتم تعریف مردم خوب که خودم سالها پیش این شعر نوشتم و هیچ وقت فکر نمی کردم ضبطش بکنم. همیشه فکر می کردم خب چون خودم آهنگ می سازم، شعر میگم، چون پیانو می زنم و ولی وقتی وقتش رسید که تونستم این آهنگ رو ضبط بکنم، واقعا یک احساس خیلی عجیبی بود و خوشحال بودم که تونستم این آهنگ رو شریک بشم با هموطنانم و بیشتر از آیدین بشناسم، ببینم دید آیدین چیه و رو آینده، رو مسائلی که الان وجود داره بین ایرانی‌ها که خارج از کشور هستن و در داخل کشور هستن. و فکر می‌کنم این آلبوم یه آلبومیه که یه گفتگوی خیلی جالبی می‌داره از از این نسل جدید. آلرایت. سو خب بس الان فقط یه دونه موزیک ویدیو بیشتر از این نداریم. الان فقط یه دونه رو داریم که خب ان شاءالله که به زودی با دست پر برمیگردم که یه چند ویدیو جدید از این آلبوم خواهد داشت. اوکی. سو خب پس ها الان که خب آیدین که موزیک ویدیو نداره، موزیک ویدیو مورد علاقه شم انقلابی که وجود نداره، خب این موزیک ویدیو مورد علاقه منو میبینیم. حدس بزن به خاطر تو میمونم، قدر تو رو میدونم. بریم موزیک ویدیو حدس بزن ببینیم، برمیگردیم با آیدین خدافظی میکنیم. قسمت آخر 4-5 دقیقه با آیدین خواهیم بود و اینکه بینندگان عزیز بشینید پای گیرنده هاتون، چون آهنگ آخرم یکی از آهنگای قدیمی ترین آهنگ آلبوم موزیک ویدیویی که آیدین داشته میاد به بازار اومده بود به بازار، میخوام براتون بذارم و اینکه یه مقداری هم یکی دو دقیقه هم نمای هیستوری بک گراوند آیدین که چجوری موزیک شروع کرد میخوام باهاتون صحبت کنم. با ما باشید. خب بازگشتیم. موزیک ویدیو بسیار زیبای این موزیک ویدیو رو من خیلی دوست دارم، به خاطر تو میمونم. این خیلی خوب. این اینا کی ساخته؟ این از کارهای کامران دلان بود. این کامران دلان خیلی خوبه، کاراش بسیار زیباست، این بهترین ساز بسیار خوبیه. من متوجه شدم که واقعا این چه موزیکا و شعرهای قشنگی رو میسازه، رو دل میشینه. آره دلان دیگه هر جوری صد آهنگ ساز بسیار خوبیه، بسیار خوب. ازش هم یاد میگم، ازش تشکر میکنم. کامران دلان، امیدوارم که سی مرمه داشته باشمش. آیدین یه جام کنیم، چند سال به موزیک شروع کردی؟ اولین باری که استودیویی خوندی، حموم و اتاق و اینا رو بلکن، اولین باری که یو واکینگ کردی توی استودیو و شروع کردی خوندن کی بوده؟ با چه کسایی کار کردی؟ اینا رو میخوام شروع کنیم استپ به استپ بریم جلو. خب من اولین باری که تو استودیو ضبط کردم 8 سالم بود. خب از 4-5 سالگی شروع کردم خوندن. همینجوری علاقه خاصی به آواز خوندن همیشه داشتم. بعد حدود 8 سالگی ولی رفتم تو استودیو، سعی کردم یه پروفشنال کوچولو برم اون تو باستم، برام آوردم پایین میکروفونو. بعد شروع کردم آهنگای دیزنی رو خوندن، آهنگای باربرا استرایسند، آهنگای سلین. تو متولد آمریکایی؟ بله، من تو خود آنهایم کالیفرنیا، تو آمریکا دنیا اومدم. خارج از کشور دنیا اومدم. بله. اولین باری که خوندی، بعد کیش فکر کردی که میتونی وارد مثلا مارکت حرفه‌ای بشی؟ تو مارکت ایرانی کلا بیام تو مارکت. آره. هیچ وقت فکر من نبود که مثلا برم توی مارکتی معروف بشم، اینجوری هیچ وقت فکر نمی کردم. می دونستم که همیشه علاقه خاصی داشتم به خوندن و هر چیزی سنم رفت بالاتر، مثلا 10 سالم شد شروع کردم شرکت کردن توی مصاحبه های مختلف خوندن تو آمریکا، تو شهرهای مختلف تو آمریکا، کامپتیشن داشتم، کامپتیشن های مختلف و خود خوشبختانه می بردم خیلی هاشونو و دیدم که این چیزی که دوست دارم شاید حرفه ای انجام بدم. ولی میدونم که خیلی از خواننده های وقتا مثلا میخوان معروف فقط داشتن، فکرشون فقط معروف شدنه و این چیزی بود که هیچ وقت تو فکر من نبود. من فقط میدونستم میخواستم بخونم، به قول آمریکایی اپورتونتی، میخواستم همیشه که یه میکروفون دستم بگیرم مثلا بگم میتونم میشه بخونم، مثلا اگه جلوی فامیل باشه یا جلوی مهمونامون باشه تو خونه. و این افتخار خوب داشتم که مادرم خودش خواننده بسیار محبوبی کشورمون هست، خانم شورانگیز، بله، که همیشه یک الگو بود برام، همیشه خیلی احترام به مادرم میذاشتم و هیچ وقت نمیکردم صدام مثل مادرم باشه، ولی خب همیشه از بچگی سعی میکردم وقتی مثل مادرم میخوندم سورپرایزش بکنم، خوشحال بشه، مثلا بگه خب خوب بود یا میتونی بیشتر روش کار بکن، یعنی مثل دوستم بود، الگوم بود، یعنی همه چی در اصل اولین استاد مادرت واقعا. بله درسته. بعدش که بالا شد باشه کسایی کار کردی؟ بعد رفتم دیگه توی کلاسیکال میوزیک، مادرم به من راهنمایی کردن، گفتش که بعد گفت صدات کششش خوبه، صدات وازه خیلی مثل اپرا و اینا. بله گفت برو تو اپرا، که من هم سوپرانو میخونم هم تنر میخونم و هم بیس میخونم و شروع کردم دو سه سال خودش صدات چیه؟ باریتونه؟
کانتر تنر هم okay. در واقع تکنیکالیتی صدام yeah. کانتر تنر هم mm-hmm. که هم صدای فاستو دارم هم صدای چست وایس دارم چون سوپرانو یه مقداری سوپرانو خب آره خوشبختانه میتونم خیلی توی نوتای بالا هم برم آره به خاطر که میدونی که این حالتیه که خانوما معمولا این سوپرانو رو خیلی چون آقایون خیلی براشون سخته سوپرانو خوندن من یه تیکه التو سوپرانو خوندم تو نوار اولم تو آهنگ زرخ یه تیکه هست اگه خودتون یا شنونده ها برن گوش بدن اون آهنگ زرق و تو نوار The Voice یه تیکه های سپرانو آلتو خوندن آره تو یه سری هارمونیک هم که مثلا تو آهنگ بله. دوست دارم و اینا داری خودت داری میخونی بله بله هارمونی های مختلف خیلی میذارم و اینکه میگم که سپرانو روی ساعت دای فراگ مثلا آدم مرد که بخواد سپرانو خونه دای فراگ چیز جامپ میکنه خود یه چیزی که دیگه توی هنجر است دقیقاً یعنی معمولا باید باشه که روش کار کرد دقیقاً که ولی باید مرتبا روش کار کرد گرمش نگه داشت یا معمولا میتونه یواش یواش میشه رفت میشه قرار میتونه از بین بره نظر در مورد مارکت ایرانی چیه مارکت ایرانی میگه که سپریت شده ایرانیایی که تو بله. ایرانن لس آنجلس و حالا ایرانیایی که خارج از کشور تو داخل کشور من فکر میکنم میتونه خیلی بهتر باشه نمیخوام بگم بده من فکر میکنم یه مارکت کوچولویی هستیم خارج از کشور هستیم همه سر تا سر جهان پخش شدیم تو تورانتو تو LA تو اتلانتا تو نیویورک تو اروپا خلاصه من فکر میکنم این همبستگی رو باید خود قوی تر کرد و باید بیشتر حمایت کرد اگر خواننده باشن یا اگر سمال بزنس اونرها باشن بیشتر باید همدیگر رو حمایت بکنیم به خاطر اینکه ما در کشورمون نیستیم بله و نه من فقط اینو نمیگم چون خود تو موزیکم خب موزیکم خب یه دنیای دیگه است فکر می‌کنم تازه بیشتر باید حمایت شد چون ما داریم سعی می‌کنیم هدف من خارج از کشور اینه که ایرانی‌ها رو نزدیک‌تر به هم نگه نزدیک‌ترشون بکنم یعنی فرهنگ رو قوی نگردم تو قلبای خصوص جوان‌ها این فرهنگ رو قوی نگردم که فارسی رو فراموش نکنم هدف من اینه که یه الگوی باشم برای جوان‌های ایرانی خارج از کشور دارن بزرگ میشن چون من خودم وارد کشور دارن یادش درود بر تو آیدا درود بر تو و اینکه خیلی خوشحالم که تفکرت به این صورته بعد الان تو می‌خوای تو این مارکت بمونی نمی‌خوای جامپ کنی چون تو خب من فکر میکنم که خب در حدی که فارسیت خیلی خوبه انگلیسیت خیلی بهتره و اینکه راحت‌تر هم میتونی تو حتی رو مارکت میتونی کار کنی و به خاطری که تو کلاسیک میوزیک میخونی و خب obviously هم الان ما از لیریکس رو اگر بذاریم on the side مثلا حتی ایون خواننده های جدیدی مثل خانم لیدی گاگا اینا که دارن میخوانن تکنیک موسیقی خوندن خیلی بالایی دارن اینا 100% ادوکیتن توی قضیه ترینینگ بسیار قوی داشتن و خیلی هاشون هم ساز میزنن و چون آرپیج رو میفهمن ساز رو میفهمن نوت رو میفهمن کورد رو میفهمن روی این حساب خیلی راحت‌تر میشه باشون مگه چی کار میخواد بکنی برای فی چون خیلی تو جوونی و اینکه خیلی تایم داری برای این قضیه چی کار میخواد بکنی تو مثلا خب واقعا دوست داری که به اینترنشنال مارکت کار کنی خب صد درصد من الان باعث افتخارمه که تونستم چند تا آلبوم ایرانی خب ضبط بکنم بین ایرانی های عزیزم بتونم کار بکنم و کارهایی بتونم ضبط بکنم بینش که بینشون بالاخره که اونجوری که شنیدم که کارهای قبلی و کارهای جدید انشاءالله که گل کردن یا کارهایی که دارن پوش میدن خیلی احساس زیبایی میگیرم منم واقعا هدفم اینه که بتونم یک روزی بتونم موزیک ایرانی رو شاید بیشتر توی مارکت بزرگتر اینترنشنال مطرح بکنم و خودم هم به زبان انگلیسی بیشتر بخونم چون من توی نوارهای قبلیم هم چند تا کارهای خوندم انگلیسی، آهنگ ایتالیایی، اسپانیش آره، یه چیزایی خونده بودم، تقریبا تو خوندم تو نوارام که نشون بدم که من جوانی هستم خب تو خارج از کشور دنیا آمدم بله. این زبانهایی که من خیلی بیشتر به گوشم اومده و شنیدم و ولی 100% آرزوم اینه که بتونم واقعا انگلیسی انشالله و خیلی پراود باشم خیلی باز افتخارم باشه دور دوربین برم و بگم یه پروژن امریکن هستم بله اصلا یه کانکشن خیلی قوی میخواد دیگه صد درصد خوشکار میخواد و آره خود باید جا بیاد اصلا همون یه چانسه که یه دفعه آدم به دست میاره و اگه اون چانس بتونه پیکش کنه دیگه میتونه بره بالا آیدین از خواننده هایی که ایرانی هن. من در مورد جوونا سوال نمی کنم که معمولا همه اینا که تو مارکت کار میکنن یه چه خواننده بزرگ ایرانی حالا except of your mom
غیر از مادرتون که خب معلوم مادرتون، منم اگه باشم مادرم خواننده باشم میام خب مامانم هست معلومه، ولی خب خواننده ایرانی کسایی که از قبل از ریولوشن ایران داشتن فعالیت کرد، کیا رو دوست داری یا کیا رو دوست داری؟ من به همه پیش کسوت ها خیلی احترام دارم و این خواننده ها بودن که بعد از انقلاب ایرانمون خب اومدن توی کشور غریبه و سعی کردن کارشون رو جلو ببرن، ادامه بدن کارشون رو و واقعا خیلی زحمت کشیده و این درار رو برای جوانایی مثل من باز کردن و من سخته مثلا یه خواننده رو انتخاب بکنم مثلا بگم واقعا این یه دونه خوب، ولی از واقعا به همشون فیوریتات کیه؟ کیا رو گوش میکنی معمولا؟ همه میدونم حالا یه چند تا اسم نه به خدا مثلا امروزا خود بینید چجوری ما این سی دی برن میکنی یا مثلا یا دوستان مثلا یه سی دی بهم میدن مثلا 20 خواننده روشه. ها قدیمی ها رو نمیخوای نام ببری؟ قدیمی ها خب خیلی همشون رو دوست دارم به خدا، خیلی احترام دارم به همشون 100%. ایشون خیلی سرشون زیر باست. I love her. خب I love them all. نمیدونم چی بگم چون همشون اینقدر زحمت کشیدن و این درار رو همونجوری گفتن درار رو باز کردن برای جوانهای مثل خودم که بیایم خیلی ازت ممنونم. کارمون ادامه بدیم. یه سوالی من دارم. البته یه چیز سیکرتی بین من و محمد احمدی که با هم صحبت می‌کنیم خیلی هم سیکرته، چون ما معمولا تو هر برنامه‌ای با مردم در میون می‌ذاریم. پس اصلا سیکرت نیست. یه سوالی من معمولا می‌کنم محمد خان. نظرت در مورد خیلی از خواننده‌ها؟ ببین آیلین، یه نظری من دارم. اگر ما 5 تا اوشن توی این دنیا داشته باشیم، به اندازه تمام این اوشن ها و تمام خاک هایی که روی زمینه و تمام کهکشان ها شعر، موزیک، کلمه و استعداد وجود داره. پس به نظر من نوعی کمترین که اینجا نشستم، کپی برداری کار قشنگی نیست. What is your thinking about؟ یعنی چی فکر میکنی در مورد یک خواننده ای که میاد نه از خانم، ببین مثلا من یه خب مثلا من اینجا نشستم میام، خب من میام آهنگ از خانم هایده که ایشون نیستن میخونم، زیرش هم میستم به یاد هایده با تشکر از خانم هایده، موزیک آقای جهانبخش پازوکی، آهنگ آقای اردلان مثلا صحرا یا ایرج جنتی عطایی، یه اپریشیشنه و اینکه خب خودم هم مادم دوست داشتم میکنم جدید. ولی یه وقتی یه خواننده ایرانی که 20 سال 15 سال توی یه مارکتی داره کار میکنه یا اصلا نیوه، میاد مثلا آهنگ یک خواننده عرب یا یه خواننده ترک یا یه خواننده مثلا اینترنشنال که هنوزم اون آهنگ تو مارکته، یعنی ایون مثلا 6 ماه هم از اون که اون آهنگ تو مارکت اومد اون آلبوم نیومده نگذشته، میاد اون آهنگو ور میداره، حتی ری ارنجش هم نمیکنه، با همون ارنج ور میدارن تنظیم میکنه و فقط یه دونه فارسی شعر فارسی روش میذاره و میخونه و موزیک ویدیو میذاره و تو آلبوم میذاره و هم در اینترنشنال پخش میکنه. نظرت در مورد این کار چیه؟ به عنوان یکی که توی این مارکت هستی و به عنوان یکی که هیچ آهنگی رو تا حالا از کسی دیگه نخوندی. بله. خب کار بالاخره یه چیزی، این کاریه که فقط ایرانی ها نمی کنن. ما همه محیط های موزیک دنیا این کار رو می کنن. آره بله، من در مورد ایرانی صحبت بکنم. محیط ایرانی بگم، من فکر کنم اگر کردیت اون آهنگو بدن، چون اشکال نیستش که این کارو میکنن، اشکال اینه که نمیگن از کجا آهنگ اومده و خیلی مشخص بعدن میشه مثلا چند هفته بعد که این آهنگ مثلا آهنگ عربی بوده یا آهنگ ترکی بوده. دقیقاً اگر کردیتو بدن به نظرم اشکالی نداره. اسم خواننده اسم اگه مثلا اسم خواننده لازم نیست بگن، بعد فقط اسم اقلا آهنگسازو بگن، اسم اگرم خب تنظیمم وردارن دوری که شما گفتین، اسم خود تنظیم کننده رو بنویسن. کار زیاد زشتی نیستش به نظر من. من فهم میکنم سامپلینگ میگن به قول آمریکایی‌ها، همه دنیا سامپلینگ میکنه ولی کردیت میدن و به تو محیط ایرانی من چیزی که من خب دیدم اینه که رای کردیت نمیدن. آره این کار زشتیه، این کار زشتیه که کردیت نمیدن. آره میگم خب منم شاید دوستان میگم انگلیسی بخونم لاقل حداقل میگم مثلا این آهنگ خب مثلا من دوستان بخونم میگم آهنگ حد بزنم بخونم، بعد دیرش هم مثلا خب با تشکر از آیدین که مثلا الان داره راه میده. خب ولی اگر بنویسن مثلا آهام شعر و آهنگ از آقای کامران دلان، این بسه. ولی خب اگر میخوان در واقع بهتون قانونی بری بگم It doesn't make you mad. Well the thing is honest بگم باید اجازه گرفت از خواننده از شرکت
در واقع. حالا این شرکت نه. اگر شرکت هم نباشه خب آره بعضی خواننده اجازه بگیرن. ولی وقتی میرسه مثلا اگه یه خواننده ایرانی داره آهنگ ترکی مثلا این کار انجام میده، شرکتی که اون آلبوم داده بیرون یا اون خواننده‌ای که آهنگ داره دوباره خونی میکنه، باید سعی بکنن اجازه بگیرن از یا اون خواننده یا منیجمنت اون خواننده یا از اون شرکتی که آهنگو تو بازار داده بود قبل از دوباره خونی جدید. باید سعیشون رو بکنن. اگه نتونستن قانونی اجازه رو بگیرن که معمولا تو پوینت ما تو محیط خیلی کوچولویه، من فکر نمی‌کنم معمولا قانونی میرن جلو. اصلا ما نمی‌دونیم. فقط تشکر می‌کنم مثلا دیگه تشکر هم دیگه نمی‌کنن. باید ما اصلا آهنگ دیدن نمیشه. فقط اسم آهنگساز و اسم تنظیم کننده رو حداقل بنویسن. آره، اصلا حداقل بذارن. این تنها چیزیه. فقط اون احترامو بذارن. امیدوارم که همه احترام بذارن، ما به همه احترام بذارن. عرض کنم خدمت رو تشکر میکنم از همتون، برنامه ما رو با آیدین دیدید. من فقط چیز کنم، یه موزیک ویدیو داریم به نام صدا از آیدین گوشم آخر. من میخوام تایم بدم با آیدین صحبت کنم، یه دقیقه آخر خدافیزی کنه با اتون. و اینکه تشکر میکنم که اومدین کنسرت ما، ما رو حمایت کردید. از اونه که بازم تشکر میکنم که مارلو اومده بودن که یه پارتی که گرفته بود اونجا در خدمتشون بودیم. و از آیدین عزیزم تشکر میکنم به خاطر اینکه واقعا لطف کرد اومد اینجا. جای شهاب تیام هم خالی میکنم تو کنسرت ما، ولی شهاب متاسفانه بشب اون شب فردا شبش رفتش، وجود رفتش. آره، با کنسرت داشتش توی منچستر. آیدین به خاطر اینکه یه تو کنسرت بعدش یه هفته فاصله بود، ما تونستیم در خدمتش باشیم، مهمون تورنتو باشه، مهمون خونه هام باشه. امیدوارم که بهش خوش گذشته باشه. و اینکه ممنونم از دعوت شما، این برنامه خوب خودت قربونت برم. یه صحبتی اگه داری با بینندگان عزیز یه دقیقه تایم داری؟ آره، منم دوست دارم به همه هموطنان عزیز عید و پیشاپیش تبریک بگم. آرزو موفقیت میکنم براتون و از همه چی مهمتر آرزو سلامتی میکنم برای تک تکتون. و همینطور آقای خالد گل، لطف دارید، ممنونم. پیش و پیش عید تبریک میگم بهت، مرسی از دعوتت به برنامه‌ات. واقعا چقدر داره بهم خوش میگذره تو تورانتو. دم همتون گرم، به خدا. مرسی قربونت برم. خب با آیدین آی جان ممنونم از لطفت. ثانک یو عزیزم، قربونت برم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امید هفته خوش. فردا ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر پخش میشه. و اینکه چهارشنبه 12 تا 1 بعد از ظهر از تمام دستندگان شبکه تلویزیون آی تی سی، مرجان عزیز، مرجان منصوری از کمپانی آی اسلیپس، امید امیری اسپانسر برنامه، تشکر میکنم. و همینطور محمد احمدی کارگردان بسیار خوب گل، خیلی دوستش دارم، تشکر میکنم. و اینکه این برنامه روی فیسبوک قرار خواهد گرفت به طور کامل و برای همه شما شیر خواهد شد. قربونتون برم. موزیک ویدیو صدا، هفته دیگه برنامه دیگه. خدا نگهدار. دست ای
جاده های تب زده، مسافران شب زده، سایه او را دیده اید، صدای او شنیده اید، او را که در من زندگیست، در من همیشه ماندنیست. آیا از او شنیده اید، او را به جایی دیده اید، او را که با من آشناست، در خلوتم آج صداست. آیا از او شنیده اید، او را به جایی